حتی نخواستم برای وضعیت خودم تعبیرش کنم. گذری که دیشب در مثنوی مولانا خواندم در مورد خواسته خداوند که بخواهد میشکند و پیوند میدهد شکسته، حتی در مورد خانه نوشته شده بود. خانه ای را ویران میکند و در مهلتی بسیار کوتاه خانه زیباتر از تا میکند. در حاشیه آن ابیات نوشتم عالم کمال است و سخت ندارد و مولانا همین کمال، همین حرکت به سوی کمال را بیان میکرد. تا آنچه شکسته و پیوند داده میشود به شکل بالاتری پدید میآید، از نو با خواست خداوند و ارادهش. تماماً آنچه است که خداوند از ذات خیش به من شناساند با وقوع تجربه نفسانیم و می دانستم خروج من از جهنم‌های عظیم تو در تو که حوزه علمی تحصیلی مرا در برداشت، همچنین برای تحصیل به خاک فرانسه رفتم، آن خروج‌ها به خواست پروردگار بوده است و قبل از به وقوع پیوستن تجربه نفسانیم بود. قدم‌ها را پروردگار نهاده بود از قبل و مرا رهنما می کرد آزمون ها را بگذرانم. به سفیر گوش کنید و به باقی کتاب های همین روز است و به خانش مثنوی جلد اول ادامه می دهم. خطرناکی جامعه ایران، همان خطری که به زبان خودم برای همدوره دکتران نوشتم، چون نمی داند مردم ایران چه هستند. دو نقطه: خدا تجربه نفسانی را در من به وقوع پیوندانید، چون روی خاک مردم پسیکوپات ایران هستم. ختم گذر: بعد از 3 سال زندگی با این مردم و جمله اقوام دور و نزدیک، شناخت را به دست آورده بودم. نمی دانستم تا این حد است، حدی که حد سال 99 شد. کتاب هایم را بخوانید، پدیدارها وقایع پلید را بیان می دارند از زبان خود. در صفحه 125 جلد اول مثنوی مولانا این دو بیت را بنیادی ترین نامیدم. با نوتی که با مداد می نویسم در صفحات کتاب: می دراند کام ولو نجش، ای دری کان چنان ورد مربی گشت تیر. آن خارهای چیز خشک دهن و لب او را پاره کند، چرا که آن گلشگر مانند تیر تیز و برنده شود. اگر دنیا فاقد معنا و روحانیت باشد، برنده و خطرناک و گزنده می شود. زندگی لاکچری ایرانی ها، علامت تعجب. دانشجوهایی که استادی که من باشم را قابل ندانسته، حکم خود را بیان و اجرا می کنند. شب عید کلاس نمی آیی. با دریافت نمونه های سفیر حتی نمی نویسن کتاب رسید. در مورد دو مرد جوان که تازه روانشناس شدن با مدرک آن مؤسسه و و و نامتناهیست. نمونه ها در جامعه‌ای که در آن می زیم، ایران. میرسیا الیال، گوستاو یونگ و یکی دو نفر دیگر از محققین و بزرگانی هستند که نام برده شده بودند. در آخر مقاله 4 صفحه‌ای از استاد سال 5 ما خونه بغویه، نوشته خودش در مورد بُعد روحانی انسان که اگر این بُعد نادیده گرفته شود، بزرگترین عواقب بد روانی را پدید می آورد. در بیت بالا از جامعه نوشته است مولانا وقتی فاقد معنا و روحانیت است. بیت بالا جزای شرط بیت قبلی است که شرط این بیت است و بیت قبلی این است: چون که آن سبزی رفت و خشک گشت، چون همان را می خور داشتر ز دشت. وقتی که سبزی و لطافت آن خار از بین رفت و خشک و بی‌معنی شد، اگر شتر آن را از دشت بخورد. فکر میکنم که بایست این متن را خاتمه دهم در اینجا، چون دارای 37 صفحه ورد شده است. امروز 30 آبان 99.